نگرانی درباره آینده کره زمین و به تبع آینده بشر مدت هاست که از طرف دانشمندان به اشکال مختلف ابراز می شود و گاه راه حل های بظاهر خیال پردازانه ای هم ارائه می شود از جمله سیون هاکینگ فیزیکدان معروف انگلیسی قبل از وفاتش توسعه کرده بود که دانشمندان باید در فکر آماده کردن شرایط در کره مریخ برای مهاجرت انسان ها به اونجا باشند اما مارتین ریس یکی از شناخته شده ترین اختر فیزیکدان های جهان که تا به حال نگاهش به بزرگترین تصویرها از کائنات بود اخیرا توجهش را بر آینده سیاره خودمان متمرکز کرده و معتقد است که همه هم و غم دانشمندان باید برای بهبود شرایط در همین کره خاکی باشد او میگوید قرن آینده می تواند سرنوشت بشر را تعیین کند آیا از نظر او چشمانداز پیش رو روشن است یا تیره و تار؟ این برنامه گفتگوی استیون ساکر از برنامه هارتاک بخش جهانی بی بی سی است با مارتین ریس مارتین ریس. مارتین ریس به هارت تاک خوش خوشحالم که اینجا you the... همیشه عادت داشتیم که شما را در حال تعمق در گوشه های جهان هستی ببینیم. اما حالا کتابی نوشتین درباره چشم انداز پیش روی بشر. بنابراین حالا توجهتون رو به همین جا روی کره زمین معطوف کردین و به نظر میاد معتقدیم که قرنی که داریم توش زندگی می‌کنیم حساس‌ترین دوره برای بشره. چرا؟ خب چون کره زمین از 45 میلیون قرن پیش وجود داشته ولی این اولین قرنی که یک گونه که همون بشره این قدرت رو به دست آورده که روی اتفاقات آینده تاثیر بذاره دو تا دلیل داره اولیش جمعیت زیادمونه الان 7 میلیارد و 700 میلیون نفریم و بیشتر هم میشیم تکنولوژی پیشرفته رو در اختیار داریم و تا همین الان هم روی اکوسیستم زمین شرایط اقلیمی و تنوع زیستی و غیره تاثیر گذاشتیم سانیان فناوری تواناییمون رو زیاد کرده و در نتیجه حتی گروه کوچیکی از افراد میتونن وضعیت جامعه رو به کلی مختل کنن در نتیجه وضعیت جامعه خیلی شکننده و آسیب پذیر شده این اولین قرنیه ای که شاید این تعداد جدید هستیم چه اونایی که همه با هم ایجاد کردیم و چه اونایی که حتی گروه های کوچک افراد هم میتونن به وجود بیارن این اولین باریه که چنین این شرایطی پیش میاد و اگه قرار باشه به این تهدیدا وزن و میاری بدیم کدوماشون رو تهدیدهای علیه موجودیت بشر میدونید منظورم اونایی که از نظر شما دارن بقای تمدن بشری رو تهدید میکنن بله، به نظر ما در هر صورت در این قرن راه پرفرز و نشیبی رو در پیش داریم. اینکه چقدر پر دست انداز باشه بستگی داره به تصمیم‌های سیاسی که می‌گیریم. ولی به نظرم دوچالشی رو که میشه با قاطعیت برای سی تا 50 سال آینده پیش بینی کرد، یکی جمعیت که داره زیاد میشه و ممکنه به بیش از 9 میلیارد نفر برسه و یکی هم شرایط اقلیمی و گرمایش زمین. اگه بخوایم به ترتیب زمان بررسی کنیم به نظرم برای 10 تا 20 سال آینده نگرانی های اصلی در مورد بحث های سایبر و بیو هستند و استفاده نامناسب از تکنولوژی در این زمین ها. ولی اگه بخوایم به 50 یا 100 سال آینده فکر کنیم اون وقت باید نگران این مسائل جهانی باشیم یکی از موضوعاتی که توی کتاب من بهش پرداختم اینه که الان تا چه حد آماده ای از خود خودگذشتگی هستیم تا مردمی که در پایان این قرن زندگی میکنن با خطرات کمتری روبرو بشن به طور معمول اگه به فرض دارین یه ساختمون میسازین دوست دارین مثلا تا سال 2050 پولتون با یه نرخ بهره 5 درصدی یا چیزی تو این مایه ها برگشته باشه و دیگه براتون مهم نیست که بعد از 2050 چه اتفاقی میفته برخورد بعضی مثل بیون لومبرگ که یک فعال محیط زیستی شکاکه با مقوله گرمایش زمین همینطوره و اهمیتش رو در مقایسه با مسائل ملموس که منجر به گسترش فرق در جهان شده دست کم میگیرن علتش اینه که به بعد از 2050 توجه نمیکنند در حالی که وقتی بحث زندگی انسان ها مطرحه خیلی از ماها باید قید اون اصطلاح نرخ بهره و سود کوتاه مدتمون رو بزنیم تا جلوی خطراتی رو بگیریم که آینده بچه هایی رو تهدید میکنه که چه بسا الان به دنیا اومدن و تا 2070 هم زنده خواهند بود. what risks might be confronted by babies پس نکته مورد نظر شما اینه که چه شهروندای عادی مثل من و شما و چه سیاست که قدرت رو در اختیار دارن همگی باید برای دوره زمانی خیلی فراتر از پنجاه سال دیگه فکر رو برنامه کنیم. five decades خب در بعضی زمین ها این کارو رو میکنیم و البته معلومه که در بعضی بخش حتی نمیتونیم برای ده بیست سال آینده برنامه‌ریزی کنیم مثلا گوشه هوشمند رو در نظر بگیرین 20 سال پیش به نظر جادوگری میومد بنابراین بعضی وقتا نمیشه اما جایی که میتونیم چل پنجاه سال دیگر رو پیش بینی کنیم مثلا در مورد جمعیت گرمایش یا تنوع زیستی اون وقت به نظر من باید قضیه رو جدی بگیریم و... موضوع اینه که عضو میخوام که حرفتون رو قطع میکنم ولی باید بگم شما مدتهاست که همین موزه رو داشتیم و نگران آینده بودید. در واقع در سال 2003 کتابی نوشیم به اسم آخرین ساعتمون و اگه اشتباه نکنم توی اون کتاب گفتین شانس تمدن بشری برای جون در بردن از قرن 21 پنجاه پنجاهه به نظر نمیاد که در 15 سالی که از اون موقع گذشته چیزی بهتر شده باشه در واقع چه بحثا بدتر هم شده باشه اوضا کما بیش همونطوره ما تا الان تا حدی دقیقتر میدونیم که کدوم جدی جدیتر هستن و کدوم رو میتونیم فعلا کنار بذاریم so, when we get down to... What's to be done? خب وقتی میرسیم به اینکه چه باید کرد آیا مثلا با دیوید اتنبرو که اخیرا در کنفرانس تغییرات اقلیمی لهستان صحبت میکرد موافقین اونجا که گفت الان با یک فاجعه دستساز بشر و با ابعادی جهانی مواجهیم بزرگترین تهدیدی که در هزار سال اخیر باش روبرو بودیم تغییرات اقلیمی و اگر کاری نکنیم شاید فروپاشی تمدن بشری و انقراض و نابودی بخش بزرگی از طبیعت خواهیم بود آیا شما هم موافقین و احساس میکنید که موضوع تغییرات اقلیمی باید به مهمترین موضوع و مسئله همه ما چه رهبران چه شهروندان عادی تبدیل بشه But it clearly is an important threat. خب من فکر نمی‌کنم دنیا به آخر برسه ولی قطعا تاثیر بسیار بزرگ و مهمیه که مقابله باهاش هم کار سختیه چون باید مردم رو قانع کنیم که به اونچه که ممکنه 50 یا 100 سال دیگه نقاط دوردست جهان رو تهدید کنه اهمیت بدن قانع کردن سیاستمدارا که دیگه سخت‌تر هم هست بنابراین یکی از دلایل اهمیت افرادی مثل دیوید اتمبرو اینه که سیاستمدارا وقتی ببینن موضوعی از حمایت مردمی زیادی برخورداره بهش گوش میدن و خب افرادی مثل دیوید اتمبرو به این موضوع کمک میکنن اگه بخوام مثال دیگه براتون بزنم باید بگم در یک کنفرانس علمی شرکت داشتم که منجر به تدوین پیشنویس توافقنامه پاریس در سال 2015 شد. 2015. قبل از نشست تغییرات اقلیمی پاریس بله تاثیر فوق العاده ای داشت در سازمان ملل سرپایی ایستادن و برای پاپ دست دادن حالا هر نظری هم که درباره کلیسا داشته باشیم نمیتونیم منکر آینده نگری و نگرانی این نهاد درباره گسترش فقر و همینطور نفوذ گستردش در جهان بشیم بنابراین به نظرم اگه قرار باشه به این موضوع بپردازیم باید سیاستمداران متوجه اقبال عمومی به این مسائل بشن و جلب حمایت مردم هم کار کسایی مثل پاپ و دیوید اتنبرو The thing is, there is an idealism. موضوع اینه که در نگاه شما به این مقوله که بشر چه باید بکنه نشونهای از گرایی دیده میشه. شما دائم از نیاز به منطقی بودن و اقدام جمعی روی کردهای بین المللی حرف می و البته موضوع تغییرات اقلیمی بدیهی ترین مثالیه که تنها با رویکرد جمعی بین المللی قابل مهاره ولی این اتفاق نیفتاده در واقع اگه دوروبر جهان را نگاه کنیم میبینیم واکنش در خیلی جاها نه تنها از جنس جمعی نیست بلکه بیشتر نوعی استراتژی و سیاست ملی گرایانه است. <تص dime reconstruction> <تص tracks> <تص> در واقع نوعی بدبینی دارم چون با نظر خوشبینانه کسایی مثل استیون پینکر که میگن اگه وضعیت رو همینطور که هست بذاریم شرایط روز به روز بهتر میشه مخالفم در عصر حاضر فاصله شرایط موجود با شرایطی که میتونستیم داشته باشیم بیشتر از هر زمان دیگه ایه. چون تکنولوژیایی رو در اختیار داریم که میشه باهاشون دنیای بهتری برای 7.5 میلیارد سکنه فعلی زمین ساخت و با همه مشکلات و تهدیدات موجود مقابله کرد توی کتابم در این مورد توضیح دادم ولی خب این اتفاق نمیافته. در نتیجه فاصله بین اونچه که میتونستیم بکنیم و اونچه که داریم میکنیم به شدت زیاد شده و این محکومیت اخلاقی این دور است. محکومیت اخلاقی عبارت جالبیه. به عنوان دشمنی که بیشتر عمرتون رو صرف درک منشأ کائنات سیاه ماده سیاه و از این دست کرده آیا الان جایگاه و کار اصلی خودتون رو تلاش مضاعف برای ترغیب همه مردم و به خصوص رهبران سیاسی برای جدی گرفتن پیام علم در مورد آینده کره زمین میدونید خب من یه علم پژو هم در این حال یه شهروند و مدرس دانشگاه هم هستم و قطعا اونقدر در این موضوع میدونم که بخوام مردم رو در این زمین آگاه کنم درسته که آدم خیلی معروفی نیستم ولی معتقدم مهمه که مردم و دانشگاه هم آگاه بشن But how do you... I mean, let's be practical. ولی آخه چطوری؟ بذاریم واقع بیدانه به موضوع نگاه کنیم شما شهروند آمریکا نیستید ولی قطعا مثل همه به اون چه که در قدرتمندترین اقتصاد دنیا میگذره توجه دارین میبینیم که دونالد ترامپ با تازه ترین تحلیل های دانشمندانی که دولت خودش هزینه کاراش رو میده درباره آثار جدی که تغییرات اقلیمی میتونه طی ده های آینده روی ایالات متحده بذاره چه برخوردی میکنه خیلی ساده و سریع میگه من باور نمیکنم برداشت شما چیه What is your <applause> خب این همون نکته رو که پیشتر گفتم تایید میکنه تنها راه مجاب کردن سیاستمدارها فشار فشار عمومیه اونا مستقیما به حرف دانشمندا توجه نمیکنن ولی اگر حمایت جدی مردمی باشه ناچار انگوش کنن اگه به تغییرات بزرگ در آمریکا توجه کنیم مثلا لغو بردهداری حقوق سیاه‌پوستا حقوق همجنسگراها میبینیم که همگی با جنبشهای مردمی آغاز شدن و سیاستمدارها تنها زمانی به این خواسته ها پاسخ دادن که افکار عمومی کاملا از این تغییرات حمایت میکردن به همین دلیله که معتقدم در این مسائل مهمه که مردم دخیل باشن important to uh, engage with the bide public ولی خب کار آسونی نیست که مردم رو داخل کنیم اونم با وجود رهبرانی مثل دونالد ترامپ یا ولادیمیر پوتین یا رئیس جمهوری تازه برزیل کسایی که به نظر میاد در سیاست ورزی بیشتر به بازی با حاصل جمع صفر معتقدند یعنی اگه یک کشور برنده باشه کشور مقابل حتما بازنده است طرز فکری که دقیقا نقطه مقابل دیدگاه شما درباره آینده کره زمینه بله واقعا ناراحت کننده است ولی تو این کشور اوضاع اونقدران بد نیست نگاه سیاست در مجموع مثبته ولی تا وقتی که مطمئن نباشن که افکار عمومی رو دارن این موضوعات رو در اولویت قرار نمیدن همونطور که ژان کلود یونکر البته درباره موضوع دیگه ای گفته بود میدونیم باید چی کار کنیم چیزی که نمیدونیم اینه که بعدش چجوری رأی بیاریم نگاه خیلی از سیاست مدارا همینه و تنها زمانی حاضر میشن واکنش نشون بدن که احساس کنن حمایت افکار عمومی رو از دست نمیدن به همین دلیله که معتقدم تاثیر گذاشتن روی افکار عمومی خیلی خیلی مهمه پس بحث آموزش، درسته همینطور و هر چی باشه کال شما آموزش پس قاعدتا شما باید نفوذ در افکار عمومی و رو مهمترین نقش خودتون بدین. البته به خصوص در مورد دانشجوام که بیشتر از همه باشون در تماسم تلاش میکنم مطمئن بشم که از تغییراتی که ممکنه در طول زندگیشون شاهدش باشن به خوبی آگاهن و باید اشاره کنم که وقتی میبینم تعداد زیادی از دانشجوها این دغدغه‌های درازمدت رو دارن کیف میکنم.

of course, um, should be aware of the uses to which their work can be البته همینطوره ولی دانشمندا باید از اینکه نتیجه کارشون در چه زمینه به کار گرفته میشه آگاه باشن ولی همیشه این اتفاق نمیافته مثلا لیزر رو در نظر بگیرید از اولش معلوم نبود که قرار ازش به عنوان اصطلاح استفاده بشه یا در جراحی چشم یا حتی دی‌وی‌دی اصلا معلوم نبود و این در مورد همه اختراعات صادقه میتونن به نتایج خوبی منجر بشن یا بد دانشمندا باید مطمئن بشن که مردم و سیاستمدارا کاملا در جریان هستند. ضمن اینکه همه تصمیمهای های مربوط به شیوه به کارگیری علوم شامل جنبه های اخلاقی اقتصادی و سیاسی هستند. و خب در این زمینه دانشمندا تخصصی ندارن و شهروند عادی محسوب میشن بنابراین فقط میتونن در زمینه تخصصیشون پیشنهاد بدن توی کتاب اشاره کردم که مردای بزرگی که در ساخت اولین بمب اتم دست داشتن از جمله هانس پیته و دیگران بعد از جنگ احساس کردن وظیفه قدرتی رو که آزاد کردن مهار کنند. البته موفق نشدند ولی احساس میکردند در این زمینه مسئولیت ویژه ای دارند. این کاریه که دانشمندا میکنند ولی نمیتونند انتظار داشته باشند که همه به حرفشون گوش بدن. درسته. همونطوری که شما گفتی نمیتونن پیش بینی کنن که بعضی از اختراعاتشون بشریت رو به کدوم سو میبره ولی خود شما وقتی به عقب نگاه میکنین سالهای سال کار علمی کردین با استیون هاوکینگ دوست بودین و خیلی چیزهای دیگه برام سوالی که بدونم آیا الان بعد از این همه سال همچنان فکر میکنین توسعه دانش بشر یعنی کاری که تقریبا همه اون مشغولش بودیم مهمتره یا شناخت طبیعت انسان در نهایت این طبیعت انسانی ماست که تعیین میکنه نسل بشر ادامه پیدا میکنه یا خودش رو نابود میکنه <applause> خب well, no and... دو تا نکته تعارض و تناقضی بین این دوتا وجود نداره در واقع رابطه مثبتی بینشون برقراره. در مورد علم وقتی به گذشته نگاه کنیم متوجه میشیم که بدون تکنولوژی که طی 50 سال اخیر به شدت توسعه پیدا کرده نمیتونستیم 7 میلیارد جمعیت زمین رو سیر نگه داریم بنابراین دلیلی نداره که علم رو متوقف کنیم فقط باید سعی کنیم که از جنبه منفیش اجتناب کنیم It's, it's yes. بیشتر این بگم شیفته چه چیزی شدم؟ اونم نه تنها توی کتابتون وقتی که داریم در مورد آینده صحبت میکنید. خب، بله در مرحله دشواری هستیم و شما تلاش کردین راههایی برای اجتناب از دشواری های بیشتر ارائه بدین اما در ادامه به شکل بسیار خلاقانه در مورد این موضوع حرف میزنید که هوش داره به کدوم سمت میره اشاره میکنید که احتمال داره از مرزهای هوش ارگانیک که بشر طی هزاران سال بهش رسیده عبور کنیم میگیم ممکنه به زودی به جایی برسیم که هوش انسانی با هوش غیر ارگانیک و الکترونیک ترکیب بشه میشه این رو توضیح بدین؟ Inorganic electronic intelligence. I just want you yes. to explain what you yes. mean. Mm -hmm. قبل از هر چیز باید این رو یادآوری کنم که اخترشناسان نسبت به دیگران درک عمیقتری از آینده دور دارند بیشتر افراد تحصیل کرده میدونند که ما نتیجه چهار میلیارد سال تغییر و تحولیم ولی بیشترشون تصور میکنند که انسان دیگه اوج و نهایت خلقته ولی اخترشناسا این رو باور ندارن ما میدونیم که زمین هنوز به نیمه عمرش هم نرسیده و چه بسا در بحث تکامل هم حتی به نیمه راه نرسیده باشیم در این حال وقتی داریم از این قرن خاص حرف میزنیم یکی از چیزهایی که میتونه تغییر بده هوش الکترونیکه چیزی که ممکن است خیلی جهات با هوش ارگانیکی که در مغز ما جا داره قابل مقایسه باشه و خب این چیزیه که قواعد بازی رو عوض میکنه چون ممکن معنیش این باشه ای که تکامل آینده نه از نوع داروینی بلکه بر اساس طراحی هوشمند غیروابسته در مسیر طراحی مجدد گونه باشه از جهاتی ترسناکه و البته سوال و معما اخلاقی هم هست همین الان هم بحث های درباره دستکاری ژنتیکی یا مثلا تکنولوژی سایبورگ و اینکه بتونیم حافظه جانبی رو به مغزمون متصل کنیم مطرحه اینا مسائلی هستن که قطعا نیاز داریم به شکل گسترده و جمعی به بحث بذاریم و در موردشون به اجماع برسیم کتاب <applause> من در کوچکیه کوچکی برای اینکه توجه مردم رو به این مسائل جلب کنه ولی همه اینا دارن توی همین قرن اتفاق میفتن و شما این رو با اکتشافات فضایی مرتبط میدونید استدلالتون هم اینه که هر اون که ازش حرف زدیم از افزایش جمعیت گرفته تا افزایش استفاده از منابع و آلودگی کربنی تا تغییرات اقلیمی دستپخت بشر همگی نشونه افزایش انگیزی ما به عنوان نوع بشر برای کشف و شناخت فراتر از مرزهای این سیاره و در نهایت پیدا کردن جاهای دیگه است که بتونیم توش زندگی کنیم ولی به نظر میاد استدلال شما برای این مبناست که ما تنها به شرطی میتونیم این کار رو بکنیم که از وضعیت ارگانیک و طبیعی خودمون عبور کنیم خب بذارین یه خورده تصحیحتون کنم من همیشه خیلی جدی از کسانی مثل ایلان ماسک و استیون هوکینگ که از مهاجرت دست جمعی به مریخ حرف میزنن انتقاد کردم به نظرم این یه توهم خطرناکه هیچ جای دیگه در منظوم شمسی ما وجود نداره که تنوع اقلیمی بالای قله اورست یا جنوبگان رو داشته باشه. بنابراین هرچند ماجراجوهایی رو که میخوان به مریخ برن تشویق میکنم ولی قطعا این کار رو راه حل نمیدونم و به نظرم توهم خطرناکیه که تصور کنیم به جای مقابله با تغییرات اقلیمی روی زمین باید مریخ رو برای زندگی آماده کنیم. <تصفيق> <Yeah>. <تصفيق> اما اگه بخوایم جنبندیش کنیم آیا قبول نداریم که ترکیب هوش که ما با هوش مصنوعی در آینده بسیار دور به ما این ظرفیت و امکان رو میده که دوره فرا بشری رو تصور کنیم که در اون موجودات هوشمند ها... حالا اسمش رو هرچی بذاریم چون قدر مسلم موجوداتی تکامل در و فراتر از ما انسان ها خواهند بود این فرا انسانها قابلیت سفر به های بسیار دور و غیرقابل تصوری را خواهند داشت و شاید بتونن جاها و سیاراتی را در اختیار بگیرن که ما فکرش فکر بله بله خب البته استفاده از کلمه ما مهمه در سناریوی من انسان ها روی زمین میمونن و به اون سرعت تغییر نمی کنن. ولی تکامل فرا انسان ها با رسیدن پیشگامان دیوانه به مریخ تا آخر همین قرار شروع میشه چون از دسترس قانونگذارهایی که میخوان این موجودات رو بر اساس میارهای اخلاقی کنترل کنند دور خواهند بود این پیشگاما انگیزه زیادی هم برای این کار خواهند داشت چون هنوز به سختی با شرایط مریخ سازگار شدند بنابراین اولین فرا انسان ها روی مریخ ساخته میشن همونطور که گفتین اونا احتمالا الکترونیکی و نامیرا خواهند بود و در نتیجه میتونن مرزهای عادی و شناخته شده رو پشت سر بذارن <applause> ایدهای شگفت انگیزیه وقتی به این مسائل فکر می‌کنین آیا فقط در حد رؤیاپردازی خیاله یا واقعا از ما انتظار دارین که زمان زیادی رو روی توسعه این ایده صرف کنیم فکر کنم برای بعضی فقط رویاست ولی به نظرم چند صد نفری در دنیا به این سناریوهای آینده دوردست و خطراتش فکر میکنن که اتفاق خوبیه ولی من معتقدم که همون چیزی که دائم به ذهنم میاد اینه که در واقع راجع به آینده دوردست حرف نمیزنیم همونطوری که گفتین وقتی قدمت و عمر این سیاره رو در نظر بگیریم کل تاریخ تمدن بشری در حد یک چشم هم زدن بوده بنابراین اگر مثلا داریم درباره هزار سال دیگه و رسیدن به فرا انسان ها حرف میزنیم این مدت در معیار زمین شناسی یا نجوم هیچی نیست خب درسته ولی البته فرصت زمانی سیاست مداره یا افراد عادی خیلی خیلی, خیلی کوتاهتره و در مورد اینکه منابعمون رو کجا هزینه کنیم باید بگم که اگه من آمریکایی بودم از برنامه ناسا برای فرستادن انسان به مریخ حمایت نمیکردم نمی کردیم. یعنی مخالف هزینه کردن پول عمومی برای برنامه مریخی نه از بودجه عمومی هیچ پولی برای انسان هزینه نمیکردن چون این روزها ربات ها در زمین های عملی به مراتب بهترن ولی شرکت خصوصی مثل شرکت ایلان ماس رو تشویق هم می کردم. چون از بودجه خصوصی استفاده میکنن و در نتیجه در مقایسه با ناسا که بودجهش را از مالیات مردم می میکنه دستشون برای ریسک بازتره بنابراین بخش خصوصی رو تشویق میکنم ولی هیچی از بودجه عمومی رو به این کار تخصیص نمیدم چون روی همین کره زمین مسائل ضروری تری وجود داره پس شما در واقع معتقدین که این میتونه برای آینده ما به عنوان بشر خیلی خیلی مهم باشه و اینکه به نقطه‌ای برسیم که شروع کنیم به به قول شما فرا بشری فکر کنیم شما میگین بازار در دراز مدت اجازه میده این اتفاق بیفته خب بستگی داره شما از عبارت ما استفاده میکنین من فکر میکنم ما روی زمین نه متوجه این نکته هستم ولی شما دارین به شکلی کنایه آمیز میگین که ما روی زمین شرایط رو برای اونها که میخوان سایر کرات و گوشه های جهان رو کشف کنن و در اختیار بگیرن مهیا میکنیم ولی هیچ کدوم از این اتفاقات بدون ما شدنی نیست خب اینا بدون تصمیم سیاسی مورد حمایت ما شده ای نیست قطعا منظورم همین موضوعه و خب اینا به هم وابسته هستن ولی اگه برگردیم به معیار زمانی نجومی همونقدر که تا حالا برای تکامل فرصت داشتیم در آینده هم به همون میزان وقت داریم علاوه بر اون در تکامل داروینی تکامل یک گونه یک میلیون سال طول میکشه در حالی که تکامل تکنیکی تنها یک قرن زمان میبره بنابراین این تکامل آتی به مراتب سریعتر و غیرقابل پیش بینی تر خواهد بود البته من به هیچ وجه فکر نمی کنم که ما انسان ها به نهایت تکاملمون رسیدیم ولی فکر می کنم باید گونه انسانیمون رو بپذیریم و حتی یه جورایی روش تعصب داشته باشیم و نخوایم که بیش از حد تغییر کنه تو این گفتگو درباره تکنولوژی حرف زدیم همینطور درباره اخلاق و ارزش اونچه که دربارش حرف نزدیم معنویت بعد از همه مطالعه و کارها و تجربه‌هاتون وقتی به همه اونچه که یاد گرفتین فکر میکنین آیا در ذهنتون جایی برای قدرتی فراتر از ادراک میبینین؟ قدرتی فراتر از منطق و فراتر از علم؟ بیان ساینس؟ خب منم در احساس نوعی رمز و راز و حیرت زدگی با خیلی از افراد مذهبی شریکم من به ایشوش آدم مذهبی نیستم ولی از این منظر شبیه اونام اون چه حسیه متوجهم که منظورتون اعتقاد به یه مذهب رسمی یا خدای رسمی نیست ولی خب چیه احساس اینکه به کائنات نگاه میکنم و میفهمم بخشایش رو هرگز نخواهم فهمید در فصل از کتابم به محدودیت های ادراک پرداختم مثلا اینکه ما هرگز از جزئیات نحوه کار مغزمون سردا نخواهیم آورد بنابراین ما به مرزهای ادراکمون محدود میشیم ولی این معنیش این نیست که باید الزامان یک مذهب رو بپذیریم هرچند هر, هر وقت به مذهب اشاره میکنم ازش به عنوان یک نیروی خلاقه مهم است میبرم اتفاقا کتاب نیل مکگرگور در این زمینه فوق است چیزی که به خاطر محتوای همسو کنندش به مراتب برای ما مهمتر و ارزشمندتر از تعصبات مذهبی است To sum up, are you saying... پس اگه بخوایم جمع کنیم آیا داریم میگین که با وجود همه کارها و تلاشهایی که کردیم و سهم بزرگی که در توسعه عمیق دانش بشری درباره باید کائنات داشتین در نهایت بخش خیلی بزرگی از جهان همچنان رازآلود و فراتر از درک بشر باقی خواهد بود خب فراتر از درک ما به عنوان انسان ولی وقتی داریم درباره فرابشر حرف میزنیم نمیدونیم اونا تا چه حدش رو درک خواهند کرد. خدای من موضوعات زیادی برای فکر کردن هست مارتین ریس، خیلی ممنونم که به هارت تاک اومدین خیلی متشکرم